همبستگی، شعار ما همبستگی. دفتقه نخستگی، شعار ما همبستگی. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. امروز اکسیونی در سکون برگزار شده به منبع اعلام. برگزار کنندگان این اکسیون رو میخوام ببینم که واقعا چرا در این شرایط برپا کردن این اکسیون و علت برپایی این اکسیون چی بوده. با سلام بچه های جوانی اینجا جمع شدن که اکسیونی رو امروز با همراه نب اعدام در استقان برگزار کردن و امروز هم میدونیم که تولد کیان عزیز ما بوده و شروع میکنیم پرسیدن از تک تکشون که این اکسیون اصلا چگونه برگزار شد. آقا فکر میکنم شما یکی از افراد اکتیویسم هستین که در این برگزاری این اکسیون شرکت داشتین، میتونین علتش رو بگیم؟ بله، همگی هستن. گروه ما اسمش گروه ایرانیان اکتیویست هست و با یه همکاری خیلی خوب در کنار گروه مبارزین اسکندیناویا ما این برنامه رو برگزار کردیم و در واقع فقط می‌خواستیم یاد کیان عزیز و گرامی بذاریم و دور هم جمع باشیم و بتونیم صدای مردم ایران رو همچنان بلند نگه داریم در سوئد و این تظاهرات هایی که ما میذاریم همونطور که گفتیم با همکاری گروه نب اعدام هم هست، بعضی هفته ها هم اونا برگزار میکنن و بله هم در خدمت هستیم. آقا شما با گروه نب اعدام چطور برگزار کردید؟ امروز هم تولد. آیا فقط مثلا گروه اکتیویست از چه افرادی تشکیل میشه اصلا؟ گروه ایرانیان اکتیویست در واقع دوستانی هستن که ما توی تظاهرات ها باشون آشنا میشیم و هر هفته میتونه دوستای مختلفی باشه که علاقه دارن که کمک کنن و توی تظاهراتی که میخوایم داشته باشیم شرکت کنن. خیلی از دوستان مثل به پرینت کردن عکسای مختلف، مثلا پرینت کردن عکس کیان حالا این هفته و کارهای مختلفی که میتونه بشه، در واقع اکتیویست هایی هستن که به ما کمک میکنن. اگه من بخوام مثلا با عنوان یک فردی که اصلا هیچ آشنایی با این تظاهرات ندارم بخوام پیداتون کنم، چگونه باید با آفیشتون دسترسی پیدا کنم؟ ما آفیشامونو بیشتر توی گروه هامون توی اینستاگرام میذاریم و بعد یه میل هم داریم ایرانیان اکتیویست که اون ایمیل هم توی اینستاگراممون هست. یعنی راحت ترین طریق برای پیدا کردن هم گروه ما هم مبارزین اسکندیناویا توی اینستاگرام هستش و بعد قبل از تظاهرات هایی که برگزار کننده ما و ایرانیان مبارزین اسکندیناویا هستیم توی رادیو هم در واقع میایم و بیان میکنیم و میگیم که چه روزی و چه تاریخی و کجا میخوایم تظاهرات داشته باشیم. شما از بلوچستان هستید، من فکر شما هم تو این گروه اکتیویسم شرکت دارین یا نه؟ بله من هستم، همیشه کنار آفاقیان همکاری میکنیم با هم دیگه. حالا میدونی بگی که این گروه اکتیویسم ها کلن از چه ملیت های از ایران درش حضور دارن؟ از کردستان، مازندران، لرستان، اصلیت شمالی ولی بچه یه کرج و تهران. خوبه که همه هم جوون و آذربایجان. هدف چیه؟ هدف ما صدای مردم ایران باشه. خب در مورد اعدام های اخیری که تو بلوچستان صورت گرفته، فریاد مردم بلوچ در اینجا چقدر فکر میکنی میتونی نقش داشته باشی؟ نقش بزرگ میتونیم داشته باشیم ولی باید همکاری کنیم دیگه با هم دیگه که بتونیم یک کاری برای اونام باشیم. صدای مردم بلوچستان شاید هم بتونه هر جمعه یه تظاهراتی با بلوچ ها داشته باشیم همزمان که تو زایدان دارن. خب شما چه پیامی برای اونایی که شرکت نمی کنن و تو میبینن و شرکت نمی کنن دارید در بخصوص تو استقلال؟ پیام من برای اون اشخاصی که شرکت نمی کنن اینه که ما باید هم صدای مردم ایران باشیم،
ما اشخاصی که در خارج از کشور داریم زندگی میکنیم صدای مردم ایران هستیم. اگر ما در این اکسیون ها شرکت نکنیم، خب اصولا این مبارزاتی که در سطح ایران داره انجام میشه خاموش میشه و مردم صداشون به جامعه جهانی نمیتونه برسه. ما وظیفه شخصی اون است که تو این اکسیون ها شرکت کنیم. اعدام های اخیر، موج اعدام در ایران شدت پیدا کرده، علت رو در چی میبینی که نه در اعدام شرکت میکنی؟ به نظر من جمهوری اسلامی میخواد یه ذره چشم از مردم بگیرن که دوباره نیاد به خیابون، اما جمهوری اسلامی پر کنده دوباره مردم به خیابون بازگشت، باز میگردن با یه موج بزرگتر و مطمئن باشه این جمهوری اسلامی رفتنیه و ما یه صاحب یه ایران آزاد خواهیم شد. تشکر از حضور همتون تو این دانشته بازداری، مخبر دوستداری، هنرمند درباری، سوراخش بخر، مامور مزدور، از بالا دستور، کلاد مجبور، سوراخش بخر، سوپا پیت مینان، من سوبه بیار. ببینین شما، ابتدایی که من اومدم در این اکسیون گروه های زیادی بودن، اولین مرحله درگیری ایجاد شد بین یک عده‌ای که با پرچم های خاص اومدن. میتونین توضیح بدین؟ الان شاید تعداد کمتر باشه ولی نظم بهتری داره و شعارهایی که در کف خیابان های ایران داده میشه، میتونین علتش رو توضیح بدین؟ اون درگیری رو یه مقدار بهش بپردازین. من اول میتونم صحبت دوستان رو تکمیل‌تر کنم که برگشتن جواب سوال شما رو این گونه دادن که چرا، شما سوال کردید که چرا ما میایم اینجا و چرا تجمع رو برگزار میکنیم و بچه‌ها از وقتشون و زندگیشون و تایمشون و اینا میذارن. دلیل اصلی که هستش، ما میخوایم صدای دوستا و رفقا و همه کسانی که توی ایران داریم به علاوه هموطنانمون باشیم. یعنی ما میخوایم بازتاب دهنده صدای اونا در تمام شهرهای پایتخت و در کشورهای مختلف باشیم که ببینن مردم توی کشورهای که ما ساکن هستیم توش، مثل سوئد، مثل آلمان، مثل تمام کشورهای اروپایی، ببینن که توی ایران چه اتفاقاتی داره میفته. چون توی اخبارها همونجوری که خود کشورها دوست دارن هر چیزی که فیلتر میکنن، هر چیزی که به نفعشون هستش رو میگیرن منتشر میکنن. ما در اصل دشمن اصلیمون فقط جمهوری اسلامی نیست، ما دشمن اصلیمون غرب هم هستش، یعنی غرب به علاوه جمهوری اسلامی. ما داریم دو طرفه میجنگیم، چرا که اینا هستن که دارن جمهوری اسلامی رو ساپورت میکنن، دست دوستی باهاشون میدن، پشت پرده باهاشون معاملات بزرگی میکنن و همچنان جمهوری اسلامی برپا هستش. و ما امروز و همچنان روزهای قبلی که اینجا بودیم صدای مردم ایران بودیم، صدای کیان بودیم، صدای توماج بودیم، صدای سامان یاسین بودیم که نشون بدیم به تمام این افرادی که توی این شهر هستن، میان میخوان بگن، بخندن، نوشیدنیشون رو بخورن، تفریح کنن، تعطیلاتشون رو زیر آفتاب خوش بگذرونن، بفهمن که گوشه ای از جغرافیای این دنیا مردمی هستن که دوست دارن همینجوری زندگی کنن. ولی به خاطر سیاست‌های کثیف غرب، به خاطر اینکه بخوام پول نفت و دارایی کشورهای ما رو بکشن بیرون، ما رو میخوان همینجوری بدبخت نگه دارن. ما جنگمون دو طرفه است، هم با غرب هم با جمهوری اسلامی ما داریم میجنگیم. و یک بحث دیگه ای هستش، بحث سوء استفاده یه سری از افرادی هستش که به اسم سلطنت و پهلوی میخوان از تجمعات ما سوء استفاده بکنن. این تجمعی که شما امروز حضور داشتین، من میتونم در قالب کوچیکترش مثال بزنم که گروه مبارزین اسکاندیناوی چند تا ده تا از بچه‌هایی که کنار هم دیگه قرار گرفتیم که میخوایم یک فعالیتی رو انجام بدیم، از تفکرات مختلفی هستن. کرد هستش، ترک هستش، فارس هستش، یکی کمونیست هستش، یکی طرفدار احزاب کردی هستش، تفکرات مختلفی هستیم. ما همه این چیزها رو، همه این جنگ ها رو با هم دیگه کنار گذاشیم، همه برادرانه کنار هم دیگه وایسادیم که صدای مردم ایران باشیم. و وقتی که ما اینجا جمع میشیم برای یک تجمع، میبینیم که عده ای اینجا رو، این محیط و این فضا رو، این تلاش های ما رو با ستاد انتخاباتی اشتباه میگیرن و فقط تلاش بر این دارن که بیان پرچم خودشون و عکسای خودشون رو بیارن و نشون بدن. ما هنوز که هنوز جمهوری اسلامی رو سرنگون نکردیم که بخوایم عکس شخص خاصی رو بیاریم اینجا که بخوایم نشون بدیم که این رهبر منه، این فرد سیاسی منه. ما توی آفیش قبلیمون هم برگشتیم گفتیم که از هر گونه رفتارهای فاشیستی جلوگیری میکنیم، نمیذاریم هیچ گونه رفتار فاشیستی انجام بشه. ولی دیدیم که هفته پیش در همین مکان چجوری این دوستان اومدن، چجوری حمله ور شدن به تجمع ما و فقط میخوان خراب کنن همه چیو. و این چه خواسته چه نخواسته، این دوستان دارن توی زمین جمهوری اسلامی بازی میکنن و به نفع اونا دارن کار میکنن. و چیزی که ما الان داریم میبینیم از تایم این داستانه که به وجود اومد، وکالت گرفتن و اینا، میبینیم به تدریج همینجوری این تایم این قضايا باعث شدش که
این قطاری که به سمت انقلاب با سرعت زیادی داشت میرفتش هی آرومتر و آرومتر شدش، ولی دست همه این افراد برای مردم رو شده و ما میبینیم که در آینده مردم ایران هن که داخل پیروزن و اینا هیچ وقت. مرسی، تشکر. وان سولوشن رولوشن. Kära vänner, idag står vi samlade här på Sergels torg för att fira och reflektera över den fortsatta kampen för ett fritt Iran. Era ansikten och era röster är en symbol för modet och beslutsamheten hos ett folk som aldrig ger upp i sin strävan efter rättvisa och frihet. Vi har kommit långt i denna resa, men vi vet att det finns mer arbete att göra. Med fortsatt envishet och stark vilja kommer vi att övervinna all hinder och utmana förtryck. Folket är kraftigt.